سلام، با یه سلبریتی نیوز دیگه که به صورت یک ماه داره از توی خونه تهیه میشه همراهتون هستم. خبر اولم مربوط میشه به ویدیویی که دیروز ساله توسط خیلی از سلبریتی‌ها با هدف پیدا شدن دختری گم شده باز نشده. رضا گلزارم یکی از همین سلبریتی‌هاست که با گذاشتن یک پست موقت و با امید پیدا شدن این دختر این ویدیو رو منتشر کرد. سلام، این دختر معصومی که توی این عکس‌ها می‌بینید توی زاهدان زندگی می‌کرد و چند ماه پیش از خونه پدریش برای رفتن به دانشگاه خارج شد و هرگز برنگشته. توی این مدت خیلی سعی کردیم و به اکثر کسایی هم که بلاگر بودن گفتیم، اما متأسفانه هیچ کس برای انتشار این عکس و فیلم کمکمون نکرد. از شما خواهش می‌کنم، هر کدوم از شما که می‌تونید این فیلم منتشر کنید. مادر این دختر تو وضعیت روحی خوبی به سر نمیبره و مطمئنم همه مادران این سرزمین حس این مادر رو میتونن درک کنن. عاجزانه ازتون خواهش میکنم کمکشون کنید و این فیلم رو منتشر کنید و اگر از این دختر اطلاعی داشتید با این شماره ها تماس بگیرید. ممنونم ازتون. بعدی از استوری لیلا بولوکاته که یه جورایی گفته سالن زیبایی که فقط نباید برای خانم ها و آقایون باشه. چه خوشگل شدن اینا، وای چه قشنگ شدن اینا. خوبه همه خانوما میشه سالن زیبایی دارن و آقایون. الان میبینیم که برای حیوانات خانگی هم ما سالن داریم. بسیار خوب. رضا بهرام هم تو این روزه از فرصت استفاده کرده و داره با حامد دهخان روی آهنگ جدید کار میکنه. آدم سابق نشدم، من دیگر عاشق نشدم. البته داشتم کامنت های زیر این پست رو میخوندم که متوجه شدم طرفدارا به یه شباهت خاصی توی این آهنگ با آهنگ جانه از ایهان پی بردن که خب حق دارن، اما خب ممکنم هست با هم هماهنگ کرده باشن. و اما تو این روزا که بعد فاصله اجتماعی رعایت کرد، امیر مقاری یه سری استوری گذاشته که قشنگ معلومه با بوس از خجالت کرونا در اومده. سلام از زیدلم. سلام از زیدلم. آهنگ ناخدا عادت کردی از تمام سایت های معتبر بعد بوسش میکنم. آقا روحام داداشم حالا این ده حالا بریم ببینیم انریکه ایگلسیاس تو این روزهای خونه نشینی چجوری بچه هاشو سرگرم میکنه. Go! Get out, come on, go! I'm leaving!